جنگ جهانی دوم آغاز شده است. باستانشناسان آمریکایی از تخت جمشید رفتند. ایرانی‌ها بنگاه علمی تخت جمشید را تأسیس می‌کنند. حسین روانبود، محمود راد و عیسی بهنام امور را سر و سامان می‌دهند. در سال 1318 عیسی بهنام با اصرار درخواست می‌کند تا علی سامی به جمع همکاران تخت جمشید بپیوندد. این نامه عیسی بهنام به وزارت فرهنگ است. در آن به ضرورت حضور سامی در بنگاه علمی تأکید شده. به وجود آقای سامی در تخت احتیاج زیاد است. متمنی است دستور فرمایید در انتقال او تسریع شود. سامی در 23 اسفند 1318 به تخت جمشید می آید و مدیریت امور مالی و اداری را بر عهده می گیرد. به سال 1319 پس از رفتن عیسی بهنام، سامی مدیر تخت جمشید می شود. در آن زمان اسماعیل مرعات وزیر فرهنگ و دکتر فرهمندی رئیس باستانشناسی کشور بودند. علی سامی 12 سال در تخت جمشید کاوش کرد. او دقت بسیاری در کارش به خرج می داد تا نتیجه کاوش به استانداردهای باستانشناسی بین المللی نزدیک باشد. اما با اعتباری به مراتب کمتر از آمریکایی ها. سامی در طول 12 سال به طور متوسط هر ساله 462,000 ریال هزینه می کرد. اعتبار کل کاوش های او در طول 12 سال 5,550,000 ریال بود. در صورتی که آمریکایی ها برای کاوش در هر سال 20,000 دلار صرف می کردند. هیئت باستانشناسی آمریکایی کارشناسان و تجهیزات و کارگران بیشتری داشتند، اما ایرانی ها با محدودیت امکانات و نیرو مواجه بودند. سامی تلاش کرد که با توانایی های محدود کار حفاظت و مرمت آثار را هم در تخت جمشید انجام دهد. آمریکایی ها پایگاه ایجاد کرده بودند و گروه ایرانی از امکانات پایگاهی آنها استفاده می کرد. باستانشناسان آمریکایی اعتبار کاوش را خودشان تأمین کردند. ایرانی ها باید از بودجه محدود دولتی این پول را پرداخت می کردند. هیئت آمریکایی بیشتر به کاوش‌های باستانشناسی پرداختند، اما ایرانی‌ها تلاش خود را برای حفظ و نگهداری آثار هم صرف کردند. سامی شروع به کار می‌کند. در سال‌های 1318 تا 1319 خاک‌های بخش شمالی خزانه را برمی‌دارند و دیوارهای خشتی را کوتاه می‌کنند. به سال 1319 خاک‌های کاخ 100 ستون تخلیه می شود. سامی در جستجوی کفسازی کاخ است، اما نشانه ای از آن در 100 ستون نمی یابد. او در گزارشش تأکید می کند که حجم زیادی زغال و خاکستر از 100 ستون تخلیه شده است. دیگر کاخهای تخت جمشید کفسازی دارند. این کف رنگین کاخ تچر است. دیوار اتاقهای جلوی موزه را کوتاه و مرمت می کنند. خاکهای ایوان شرقی کاخ آپادانا تخلیه می شود. بعد از آن به سراغ پاکسازی اتاقهای جنوبی کاخ آپادانا می روند. در سال 1321 فضای میان کاخ آپادانا و 100 ستون خاک برداری شد. باستانشناسان در بخش شمال شرقی آپادانا سرستونی با پیکره شیر در حالی که به پهلو بر زمین خوابیده و مدفون شده بود پیدا کردند. به نظر می رسید که این سرستون در زمان ساخت کاخ مورد استفاده قرار نگرفته است. در شمال سکوی تخت جمشید سرستون‌های دیگری با پیکری شیردال پیدا می‌کنند. شیردال ترکیبی از سر عقاب و پنجه شیر دارد.
باستانشناس ها احتمال می دهند که این سرستون های شیردال به تایید مهندسان نرسیده و بهترین راه برای حفظ آنها دفن در همان محل ساخت بوده است. در نهایت نیز سرستون هایی با پیکره گاو مورد استفاده قرار گرفته. سال 1322 کاخ صد ستون. حیاط و ایوان شمالی کاخ را خاک برداری می کنند. میزان زیاد آثار سوختگی مورد تأکید سامی است. در سال 1323 وقتی جستجو در بخش شمالی کاخ صد ستون را ادامه می دهند، یک تالار 32 ستونه پیدا می کنند. معلوم نیست این تالار چه کاربردی داشته است. دو شیء مهم در این تالار پیدا شد. یکی تندیسی از جنس آبی مصری، شاید متعلق به یک شاهزاده، میگویند منصوب به خشایارشاست. اکنون نیز در موزه ایران باستان نگهداری می شود. تندیس صورتی جوان و بدون ریش و سبیل دارد. کنگره های تاج او شبیه جانپناه های پلکان تخت جمشید است. همانند همین کنگره ها در تاج داریوش بزرگ در کتیبه بیستون به چشم می خورد. باستانشناسان در همین جا یک صفحه آبی مصری نیز پیدا می کنند که بران تصویر یک عقاب با بالهای گشوده نقش شده است. این نقش با شرح گزنوفون از پرچم ایران همخوانی دارد. درفش شاهان ایرانی شاهینی از زر بود که بر نیزه افراشته بودند. بدون شک خود این صفحه پرچم نبوده، اما امکان دارد که نقش آن شبیه نقش پرچم هخامنشیان باشد. بین سالهای 1324 تا 1325 دیوارهای شمالی و شرقی حیاط و ایوان کاخ صد ستون پاکسازی شد. هرتسفلد باستانشناس این بنا را مختص زنان سلطنتی حد زده و به نام حرمسرا ثبت کرده بود. در سال 1328 بنایی که حرمسرا نام گرفته را بررسی می کنند. سامی در گزارش هایش نوشته مدرک دقیقی که ثابت کند این ساختمان مربوط به زنان بوده در دست نیست. در سال 1329 سامی به سراغ بنای پر رمز و راز منصوب به اردشیر سوم هخامنشی می رود. آثار باقی مانده از این بنا مقشوش است. درباره این بنا و نحوه ساخت آن و همچنین مکان آن سوال‌هایی وجود دارد. در همان سال سامی به اینجا که مرتفع ترین نقطه تخت جمشید است می رسد. تپه کاخ جی. او در قسمت غرب و شرق تپه بازمانده از کاخ نشانه های چند اتاق را پیدا می کند. یک دیوار سمتری نیز محوطه را احاطه کرده است. بعد از آن اتاقهای غربی کاخ مرکزی و پلکان شرقی کاخ حدیش کاوش شد. خاکهای بخش مرکزی کاخ حدیش را هم تخلیه کردند. بخش جنوبی کاخ حدیش را نیز کاوش می کنند. پنج اتاق دراز و باریک پیدا می شود. راهروهایی را با خشت تاق زدند. در اینجا اولین نشانه ها را از تاق ضربی دوره هخامنشی پیدا می کنند. مدرکی مهم از شیوه سقف سازی دوره هخامنشی در اینجا به دست آمده است. کاوش های سامی در سال 1330 متوقف می شود و کار مرمت و حفاظت از آثار را شروع می کنند. برای پلکان شرقی آپادانا و پلکان کاخ سه دروازه سایبان می سازند. قطعه های خرد شده نقش برجسته ها را در جای خود نصب می کنند. دیوارهای کوتاه شده را با کاهگل می پوشانند، دیوارهای سنگی را مرمت می کنند و نقش برجسته های پلکان شرقی را هم شستشو می دهند.
سامی گزارش 12 ساله کاوش‌های خود را می‌نویسد. محمد تقی مصطفی که رئیس اداره کل باستانشناسی شده با تلاش بسیار نوشته‌های سامی را که اولین نوشته‌های علمی فارسی زبان در خصوص باستانشناسی است منتشر می‌کند. از زمان کاوش‌های هرتسفلد تخت جمشید به عنوان بنایی که نماد ایران باستان است به دنیا معرفی می‌شود. رهبران و سران کشورها در سفر به ایران از تخت جمشید بازدید می‌کردند و در جریان تاریخ باستانی ایران قرار می‌گرفتند. این تصاویر مربوط به سفر مارشال دوگل، رئیس جمهوری وقت فرانسه است که در سال 1342 انجام شد. این یک سفر مهم دیپلماتیک در تاریخ روابط ایران و فرانسه به حساب می‌آید. سال 1343 است. کار سامی در تخت جمشید تمام شده. ایرانی ها از مؤسسه باستانشناسی ایتالیایی ها که ایزمئو نام دارد می خواهند که تخت جمشید را مرمت کند. جوزپ تیلیا به همراه همسرش آن بریت تیلیا به ایران آمدند. آنها به همراه 50 کارگر ایرانی مرمت سازه های تخت جمشید را بلافاصله شروع کردند. برخی ستون‌های افتاده را مرمت و برپا ساختند. خرده نقوش کنده شده را بر جای خود نصب کردند و پله‌های شکسته نیز بازسازی شد. استحکام بخشی سازه‌ها از دیگر کارهای آنها بود و بعد به سراغ ترمیم ترک‌ها و شکاف بین سنگ‌ها رفتند. پیدا کردن قطعه‌هایی که به هم متصل می‌شد از میان هزاران خرده سنگ مثل حل معمایی سخت بود، اما تیلیاها با مطالعه دقیق قطعات راز برخی از آنها را گشودند. جوزپ تیلیا از تکنیک‌های متفاوت و فنی نوین در زمان خیش برای مرمت تخت جمشید بهره گرفت. نتیجه کار او مانع بسیاری از تخریب‌ها شد، وگرنه بعد از کاوش‌های 30 ساله باستانشناسی باید منتظر ویرانی کامل کاخ‌ها می‌بودیم. پلکان بزرگ ورودی دروازه خشایارشا یا دروازه ملل. سنگ‌های این پلکان عظیم را به طور کامل باز کرده و بعد از ترمیم شکاف‌ها دوباره متصل کردند. بخش‌های از بین رفته هم بازسازی شد. ترمیم دروازه ملل وقت زیادی گرفت. این سازه به شدت آسیب دیده بود. خسارت ها حکایت از تلاش برای تخریب کامل سازه تا 2000 سال گذشته داشت. یکی از ستونهای فروریخته دروازه به طور کامل بازسازی و برپا شد. این یک نمونه از مرمت های مثال زدنی تیلیا در این مجموعه است. قطعه های این ستون بر زمین پراکنده بودند که با روش قطعه یابی سرانجام شکل کامل خود را باز یافت. دروازه ناتمام شمال کاخ 100 ستون. سنگ های این دروازه بر زمین های اطراف پراکنده بودند. هنوز ساخت این دروازه به پایان نرسیده بود که اسکندر مقدونی حمله کرد، پس ناتمام ماند. کاخ آپادانا. سال 1344 است. چند قسمت از ستونهای اصلی کاخ را تعمیر می کنند و در جای خود می گذارند. یکی از ستونها را نیز برپا می کنند. نقوش راهپله شرقی آپادانا دچار آسیب شده است. رنگ سنگ ها عوض شده و رطوبت گرفته. تیلیا کانال هایی در پشت نقش برجسته ها حفر می کند. تمام خاکی را که باعث جذب رطوبت می شد تخلیه می کنند. همچنین در پشت نقش ها نیز فضای هواکش ایجاد می شود. پس از آن کانال را با بتون مسدود می کنند. با برقراری جریان هوا پشت نقوش، سنگ های رطوبت گرفته بعد از 5 سال به حالت عادی در آمدند. مرمتگران تک تک سنگ هایی که در کاخ 100 ستون پراکنده بودند را بررسی کردند. چند درگاه، پنجره و تاقی از این کاخ سالم مانده بودند.
کندوکاوهای معتمد و دوله و گنجیابان پیش از او وضعیت این کاخ را بدتر کرده بود. سامی می گفت تخلیه آثار سوختگی و آوار سقف از درون کاخ به بیرون مدتها وقت و توان گروه کاوش را گرفته بود. تشخیص جای سنگ‌های خرد شده بسیار سخت بود و خیلی از مواقع امکان ناپذیر. از پی تلاش بسیار مرمتگران چند ستون را سرهم کرده و برپا داشتند. اینجا ایوان شمالی کاخ صد ستون است. جرز غربی درگاه کاخ در این قسمت یک پیکره گاو نگهبان داشت. پیکره خرد شده بود، پس مرمت آن را شروع می‌کنند. در قسمت شرقی درگاه یک پیکره دیگر گاو به صورت قرینه وجود داشت که آمریکایی‌ها به موزه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو بردند و آن را مرمت کردند. تیلیا در اینجا جرز غربی ایوان را از نو ساخت و سر گاو بر جای خود قرار گرفت. در جاهایی سنگ‌های اصلی از بین رفته بود، پس از سنگ‌های جدید استفاده کردند و سازه استحکام بخشی شد. تچر از اولین سازه‌هایی است که به گواهی سنگ نوشته‌هایش به دستور مستقیم داریوش بزرگ در تخت جمشید ساخته شد. بهترین سنگ‌ها در ساخت این کاخ استفاده شده. پایداری سازه به همین دلیل است. تیلیا توانست با استفاده از اسناد و مدارک از جمله تصویری که فرصت الدوله شیرازی نویسنده کتاب آثار عجم از سنگ درگاه تچر در قصر ابو نصر کشیده بود، بخشی از قطعه های کاخ را پیدا کند. سپس سنگ های کاخ را که از محل اصلی جدا شده و در قصر ابو نصر استفاده شده بود به جای اصلی خود برگرداند. جرس های کتیبه دار دیواره های جنوبی تچرک خرد شده و فرو ریخته بودند نیز بعد از مرمت در جای اصلی قرار گرفتند. در کنار تچر کاخ حدیش قرار دارد. این دو کاخ به صورت متداخل با یکدیگر در پیوندند. بنابر متون سنگ نوشته ها، خشایارشا این کاخ را ساخته است. برخلاف تچر، سنگ های حدیش خرد شده. در زمان قاجارها، نقش برجسته ها هدف تیراندازان بوده است. امروزه جای گلوله ها را بر سنگ ها میبینیم. از بخش های مرمت شده این کاخ سنگ های راهپله غربی است که اکنون به واسطه پلکان حفاظتی پوشیده شده است. پاگرد راهپله شرقی در قسمت شمالی نیز بخش دیگری است که آسیب جدی دیده بود و البته ترمیم شد. امروزه بازدید کنندگان اجازه ورود به این قسمت را ندارند. کاخ ملکه، بنایی که با عنوان حرم سرا شناخته می شود. هرتزفلد این بنا را برای اسکان هیئت باستانشناسی خود بازسازی و قابل سکونت ساخت. زمان ورود تیلیا به تخت جمشید 30 سال از بازسازی کاخ می گذشت. پس به مرمت آن اقدام کرد. سال 1350 است که مرمت اینجا آغاز می شود. ابتدا کف سازه ترمیم شد و پس از آن دیواره ها. ستون ها و سقف را نیز بازسازی کردند. آرامگاه اردشیر دوم. بخشی از کوه در حاشیه آرامگاه اردشیر دوم تخریب شده و فرو ریخته بود. تخت سنگ بزرگی که از کوه جدا شده و سقوط کرده بود را قطع قطع کردند و
و سپس در جای خود گذاشتند. بالای آرامگاه هم مرمت شد تا آب باران به درون نمای نقش برجسته نفوذ نکند. صخره ها شکاف خورده بودند. این شکاف ها را از خاک تخلیه می کنند و بعد با شن و ماسه و سیمان می پوشانند. در سال 1344 راه پله‌ای برای آرامگاه می سازند تا بازدید کنندگان به راحتی رفت آمد کنند. روی پله های سیمانی عدد 1344 به نشانه سال مرمت حک شده است. نقش برجسته شرقی به شدت صدمی دیده بود، اما نقش برجسته جنوبی سالم بود و اکنون در موزه ایران باستان به نمایش در آمده است. اشمیت و باستانشناسان دیگر در آن زمان این نقش را مربوط به بارعام داریوش بزرگ می دانستند. اما بنابرای شواهد جدید که در هنگام مرمت ایتالیایی ها به دست آمد و همچنین مطالعات نوبین می دانیم که این نقش مربوط به بارعام خشایارشا است. همانند این نقش بر بالای درگاه‌های کاخ صدستون که به زمان خشایارشا تعلق دارد نیز دیده می‌شود. گروه تیلیا در هنگام مرمت نقش برجسته شرقی متوجه شد که این نقوش در اصل به جای دیگری در تخت جمشید تعلق دارند. اما کدام بخش از تخت جمشید؟ این نقش برجسته‌ها بدون زیرسازی روی زمین در خزانه قرار گرفته بودند. فقدان زیرسازی برای نقش برجسته‌ای که حداقل 15 تن وزن دارد جای سوال داشت. بر بدنه نقش برجسته‌ها جای بست‌های فلزی پیدا کردند که نشان می‌داد پیش از آن که در خزانه قرار بگیرند به جایی متصل بودند. حاشیه نقش برجسته‌ها نشانه‌هایی داشت که مشخص می‌کرد در چپ و راست آنها نقوش دیگری نیز وجود داشته است. تمامی نقش ها سایبان داشتند. یکی از سایبان ها اینجاست، در موزه ایران باستان. قطعه دیگر را آمریکایی ها با خود به شیکاگو بردند. علی سامی در گزارش خود اشاره کرده که این سنگ متعلق به نقش برجسته جنوبی خزانه است. بر سایبان ها نشانه هایی است که معلوم می شود جان پناه های کنگره دار مربوط به پلکان تخت جمشید روی این سایبان ها قرار داشتند. صحنه بارعام نشان از مراسمی مهم دارد. چرا باید چنین نقشی اینجا در گوشه ای از خزانه باشد که کمتر کسی آن را ببیند؟ اکنون مرمتگران باید مکان اصلی نقش برجسته ها را پیدا می کردند. آنها با توجه به نشانه ها می دانستند که نقوش مربوط به جایی بوده که پلکان داشته است. پس در جستجوی مکانهای احتمالی برآمدند و متوجه شدند که این مجالس بارعام مربوط به جایی نیست جز مرکز پلکان شرقی و شمالی کاخ آپادانا، جایی که هر روز هزاران بازدید کننده از مقابل آن می گذرند و تنها چند سرباز گارد جاویدان که رو در روی یکدیگر ایستادند به چشم می خورند. اکنون مجلس بارعام، مهمترین مقام حکومت که ملت‌ها برای بار یافتن به پیشگاهش راه سپارند، اینجا کیلومترها دورتر از جای اصلی خود در تهران و در موزه ایران باستان به نمایش گذاشته شده است. می‌دانیم که زمان ساخت ایوان‌ها و پلکان شمالی و شرقی کاخ آبادانا به گواهی کتیبه‌های موجود مربوط به زمان خشایارشا است. پس بدون شک این نقش برجسته هم مربوط به بارعام خشایارشا می شود و نه داریوش بزرگ. جزئیات بسیار نشان می دهند که سنگ ها و نقوش سه طرف این نقش برجسته ها دستخوش تغییر و تعویض و مرمت شدند.
این نقش برجسته شرقی که آسیب بیشتری دیده مربوط به پلکان شرقی آپادان است. و نقش برجسته‌ای که در موزه ایران باستان قرار گرفته متعلق به پلکان شمالی آپادان است. اگر هر دو نقش برجسته را به مکانهای اصلی منتقل کنند، منطبق با قاب‌های مرکزی این دو مجموعه پلکانی هستند. باستانشناسان حدس می‌زنند این نقوش به دلیل نامعلومی در دوران هخامنشی از جای خود برداشته شده و در خزانه قرار گرفتند و همانند امروز به صورت موزه‌ای از آنها نگهداری می‌شده است. همزمان با مرمتگران ایتالیایی از سال 1347 تا 1352 گروهی از سوی اداره کل باستانشناسی به سرپرستی علی اکبر تجویدی به مدت 5 فصل در باروی شرقی تخت جمشید و در بالای کوه رحمت، همچنین در بخش جنوبی تختگاه که آن را برزن جنوبی می نامند کاوش کردند. از دوره اردشیر دوم هخامنشی آرامگاه‌های شاهان در تخت جمشید ساخته شدند. آرامگاه پادشاهان متأخر هخامنشی چون اردشیر دوم و سوم در محوطه تخت جمشید ساخته شد. تخت جمشید نه تنها جایگاهی تشریفاتی و سلطنتی بود، بلکه جایگاهی آیینی هم به شمار می‌رفت. شواهد نشان می‌دهد مراسم و مناسک متفاوت و متنوعی در تخت جمشید برگزار می شده است. سرانجام ایتالیایی ها تا نیمه نخست سال 1357 در تخت جمشید کار کردند و با انقلاب 1357 ایران کار آنان نیز در این محوطه باستانی پایان یافت.